اختلاف در گفتن صدق الله العلی العظیم بین اهل تسنن و شیعیان. بین اهل تسنن و شیعیان گاهن اختلافات وجود دارد که عمده آنها برمیگردد به منابعی که ایشان استفاده می کنند. در فقه، عقاید، اصول و غیره اختلافاتی که مشاهده می شود برگشت به منابعی دارد که مورد اعتماد ایشان نیست. یکی از اختلافاتی که شیعیان و اهل تسنن دارند نحوه پایان دادن به قرائت قرآن است. در همین ابتدا باید یادآور شویم که خیلی از اختلافات موجود آنچنان مهم نیستند که کسی بخواهد با بزرگ نمایی آنها بگوید بین شیعه و سنی اختلافات عظیم وجود دارد. این که قرائت قرآن را با صدق الله العلی العظیم پایان دهیم یا با صدق الله العظیم امر زیاد مهمی نیست. اما اینکه این اختلاف از کجا آمده است باید عرض کنیم. اصراری که شیعیان بر خواندن صدق الله العلی العظیم دارند با توجه به روایاتی است که در منابعشان موجود است. نمونه از آنها این است: ابن سلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوالات متعددی کرد که یکی از آنها این بود: ای محمد، به من خبر ده شروع و ختم قرآن با چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شروع آن با بسم الله الرحمن الرحیم و پایان آن با صدق الله العلی العظیم است. که امام صادق علیه السلام فرمودند: بعد از خواندن قرآن در حالی که رو به قبله هستی صدق الله العلی العظیم بگو. این دو حدیث است که شیعه بر طبق آنها عمل می کند. علامه مجلسی در شرح این عبارت گفته است: معنای کلام این نیست که صدق الله العلی العظیم جزء قرآن است، بلکه منظور این است که سزاوار است تلاوت قرآن با این عبارت ختم شود. هر کلامی آداب خاص خود را دارد. وقتی ما کلام خداوند متعال را با استعاذه آغاز می کنیم و در آغاز بسم الله الرحمن الرحیم می گوییم، شایسته است با اتمام تلاوت نیز با ذکری از خداوند متعال به آن پایان دهیم. علی از اسماء خداوند است و خداوند خود را با این نام یا صفت در قرآن مجید خوانده است، چنانچه در سوره بقره آیه 257 آمده است: و هو العلی العظیم. اما اهل تسنن دلیلی که برای گفتن صدق الله العظیم ارائه می کنند ظاهرا این است که چون شیعیان علی را همتراز خدا قرار می دهند و آن را نعوذ بالله در کنار نام خدا در صدق الله العلی العظیم می آورند، ما علی را حذف می کنیم. برای قضاوت در مورد این دلیل اهل سنت بد نیست به قرآن هم مراجعه داشته باشیم. وصف خدای متعال در قرآن در مورد اوصاف خدا هو العلی العظیم آمده است که باید اهل تسنن برای آن هم جواب مناسبی داشته باشند. آیا خدا هم خواسته نام حضرت علی علیه السلام را هم تراز خود قرار دهد؟ یا وصف العلی به معنای بلند مرتبه یکی از اوصاف خداست؟ مشاهده می کنیم که شیعه با استناد بر روایاتی که در منابعش آمده است صدق الله را همراه وصف العلی می آورد. اما اهل تسنن که ادعای عمل به سنت رسول الله را می کنند به دلایل واهی و غیر حقیقی صدق الله العظیم می گویند. برادران اهل سنت باید بدانند که شیعه هرگز امام علی علیه السلام را هم مرتبه خداوند متعال قرار نداده است. اگر کم منصف باشند یک سند بیاورند در جایی از مستندات شیعه و کوچکترین اشاره‌ای به این شده باشد که شیعیان چنین اعتقادی داشته باشند. در اذان شیعیان امام علی علیه السلام را ولی و حجت خداوند می‌دانند و هر روز این حقیقت را اذعان می‌کنند. مگر می‌شود در جای ایشان را ولی خدا بدانند و در جای دیگر نعوذ بالله هم مرتبه با خداوند جل جلاله؟ در آخر باید متذکر شویم آوردن نام بلند مرتبه خداوند العلی با همان وصفی که در قرآن کریم برای ذات مقدسش به کار برده شده است نه تنها شرک نبوده که ذکر بلند مرتبگی خداوند متعال است.